صبح زیبا و قشنگ همه شما بیننده های عزیز و شنونده های ما در رادیو 96.5 آریانا اف ام بخیر باشه. در ادامه برنامه با شما هستیم و گزارش جالب از حفیظ جان بود که تقدیم ما شما کرد. خدا کنه لذت برده باشین. در این لحظات برنامه هم در رابطه با یکی از موضوعات جالب میخوایم صحبت بکنیم، مشکلی که شاید شما و یا هم عضو از خانواده تان دچارش باشه، فشار بلند خون یا هم هایپرتنشن که در اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاد. معمولا فشارهای روحی و روانی و همچنان استفاده از غذاهای پرچرب و پرکالوری میتونه که سبب ازدیاد فشار خون در نزد ما شود. ولی که کدام عوامل اساسی در قسمت ایجاد فشار بلند خون در نزد یک فرد میتونه رول داشته باشه و ما چطور میتونیم از داشتن فشار بلند خون خود ما را وقایه بکنیم، تمام این موارد را صحبت میکنیم با دکتر صاحب محترم جمالالدین قیام، متخصص امراض داخله و استاد پوهنتون که با ما هستند. دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. سلام مجدد به شما و یک سلام خاص خدمت بیننده ها و همچنان یک سلام خاص خدمت شنونده ها که من اکنون بیننده و شنونده هستم. علیکم سلام. خدا کنه که یک صبح خوب خوش و همچنان یک آغاز خوبه برای یک هفته داشته باشید. بسیار تشکر، سلامت باشید. ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. ممنون. انشاءالله که از شهر زیبای مزار شریف بخیر رسیده باشید به کابل. تشکر، زنده باشید. سلامت، ممنون. بسیار خوب. پس چند روز حتما مهمان هسته. بله، هم تک چیز است. خیلی خوب. دکتر صاحب، در رابطه با فشار بلند خون تعداد از هموطنان ما شکایت دارن و اکثرا کسایی که سن و سال بلندتر دارن دچار فشار بلند خون میشن. قبل از همه بر ما بگوین که فشار خون چه هست؟ بله، خوب است. قبل از اینکه در مورد هایپرتنشن صحبت بکنیم، در اول خود فشار خون رو باید بفهمیم، یعنی خود فشار خون چی است. در کل بدن ما شما به صورت نرمال 5 الی 5.5 لیتر خون می داشته باشه که این خون توسط قلب پمپ میشه به تمام قسمت های بدن. امی پمپاژ یا کانترکشن که بطین چپ قلب انجام میده یا خود قلب انجام میده، خون میره به تمام قسمت های بدن، یعنی وارد شریان عبهر میشه. بله. امی فشار که قلب وارد میکنه بالای شریان ها و از طرف دیگه خود جدارای شرائین یک قوی دیگه رو وارد میکنه بالای خون که در مجموع تمام ازیر ما به نام فشار خون یاد میکنه. یعنی اگر فشار خون وجود نداشته باشه، خون به قسمت های مختلفی بدن نمیرسه. پس لازم است که فشار خون وجود داشته باشه. بله، این یک طرف قضیه. اما بحث اصلی در مورد فشار فرط فشار خون است یا هایپرتنشن است. در چه زمان این فشار خون بلند میشه که شخص احساس مریضی میکنه؟ دقیقاً. قبل از اینکه در این مورد صحبت بکنین دکتر صاحب، بیشتر مردم فکر میکنن که مثلا کودکا یا جوانان یا کسایی که سالم هستن اصلا فشار خون ندارن. بله. در این مورد میخوایم از شما بشنویم و در کنارش هم فشار نرمال در نزد جوانان و بزرگسالان چقدر بوده میتونه؟ بله، فشار نرمال ما 120/80 قبول میکنیم، یعنی این اوسطش است. ولی این لازم نیست که فشار یک کس 120/80 باشه. از بعضی ها 100/70، از بعضی ها 100/60، 90/60، مخصوصا دختر خانم ها اگر شما چک بکنین همیشه فشارشان پایین می باشه، ولی با اون فشار راحت هستن. ولی در کل اما دقیق ترین فشار هم 120/80 یا پایین تر از. بسیار خوب. یک موضوع دومی که شما پیشتر اشاره کردین که بعضی کسا فکر میکنن فشار خون ندارن. مشکل اصلی اینه می است که بعضی کسا فکر میکنن فشار خون ندارن. 50% از افراد که در جامعه وجود دارن خودشان نمیدانن، احساس نمیکنن که مصاب به فرط فشار خون هستن و این در صورت که دوامدار باشه برای 10 سال، برای 20 سال، برای 5 سال نزدش وجود داشته باشه و این چک نمیکنه فشار خونی خود، این میتونه که باز مشکلات دیگه رو برش ایجاد بکنه. دقیقاً دکتر صاحب. موضوع دیگه هم که اکثریت مردم در این روزها به می باور هستن که ما یکی فشار خون داریم و دیگر هم فشار عصبی. بله. در این مورد هم میخوایم از شما بیشتر وضاحت داشته باشیم که آیا این مسئله درست است یا اینکه مفکوری نادرست و غلط است که در ذهن تعداد از مردم وجود داره. تا حد درست است، به شکل تلقین شده نزد مردم است که بعضیا میگن فشار عصبی بلند است. فشار عصبی وقتی میگن بلند است، مقصد زنموی استرس است که یک شخص میداشته باشه در مورد هر چیزی که باشه. ولی اگر استرس داشته باشه، این استرس سبب میشه که بالای اویه های که یک میکانیزم داره بالای اویه ها تاثیر میکنه و در مقابل از این اما خود تونیسیتی اویه زیاد میشه و فشار خون نزد شخص بالا میره که بازی رو میگن
فشار عصبی بلند است یا فشار عصبیشون بلند است. بله. ولی اما در ختم فشار خونشان بله. بله بله فشار خون است، چون اینا مستقیما تاثیر داره بالای فشار خون. سیستم عصبی بالای فشار خون تاثیر داره. به دلیل وقتی سیستم عصبی نارام باشه یا مثلا سیمپاتیک بلند باشه، در این حالت میتونه که فشار خون نزد شخص بلند باشه. دقیقاً دکتر صاحب. خب حالا در رابطه با عواملی که سبب ایجاد فشار بلند خون یا فرط فشار خون در نزد افراد میشه، میخوایم از شما بشنویم که کدام عوامل بیشتر رول داره. بله، عوامل زیاد میتونه باشه، اما پیش از اینکه من عواملش رو اشاره بکنم، در کل فشار خون به دو شکل است. یکی به شکل پرایمری است، یکی به شکل ثانویس یا سکندریس. این شکل اولی از که است در 95 یا 90% وقت کدام عامل خاصی برش وجود نداره که چرا شخص مصاب هایپرتنشن میشه یا فرط فشار خون میشه. بله. اما در نوع ثانویه یا در نوع دوم یک بیماری وجود میداشته باشه. یعنی به این معنی که شخص یک مرض دیگه داره در پهلوی ازی باز مصاب هایپرتنشن میشه. مثلا میشه که امراض کلیوی داشته باشه. بله. گرداش مشکل داشته باشه. یکی کدام مشکل داره؟ در کل گرده ها مشکل می داشته یا امراض قلبی می داشته باشن، یا مهمتر از همه امراض اندوکرینی می داشته باشن، مخصوصا کسایی که به مصابه تایروتوکسیکوز هستن یا هایپرتایرویدیزم هستن، و یا همه امراض کبد. اینا امراض هستن که اگر شخص داشته باشه در پهلوی ازی مصابه هایپرتنشن هم می شه. عوامل دیگه هم اشاره می کنن وجود داره، مثلا افزایش سن. زمانی که شخص سنش بالاتر از 60 سال میشه، اینا کاندید میشن با هایپرتنشن. البته یک تعداد از اشخاص، تماما نه. دوم کسایی که اضافه وزن هستن، چاق هستن، اینا هم بله کاندید میشن با هایپرتنشن. کسایی که دیابت دارن یا هم قند خونشان بلند است، اینا هم در مجموع کسایی هستن که هایپرتنشن دارن. کسایی که سموکر هستن، از سیگاریت استفاده میکنن، چی به شکل پسیو و چی به شکل اکتیو از دود سیگاریت استفاده میکنن، اینا هم کاندید میتونن شون برای هایپرتنشن. کسایی که تحرکیت کم دارن، یعنی ورزش نمیکنن، پس طبیعی است وقتی ورزش نکنیم اضافه وزنی به وجود میاد. خود اضافه وزنی پس دوباره زمینه رو مساعد میسازه به هایپرتنشن، و همچنان اضافه وزنی یا چاقی زمینه رو پس دوباره مساعد میسازه به دیابت، که یک بدیگیش به شکل سیکل معیبی میتونه امراض به وجود بیاره. دقیقا دکتر صاحب، افرادی که مصاب به فرط فشار خون یا هم فشار بلند خون هستن، معمولا نشانه های مشخص را احساس میکنن یا هم از موضوعات مشخص شکایت میکنن زمان فشار خونشان بلند میره. بلند میشه در رابطه با اعراض و همچنان علایم فشار بلند خون بر ما معلومات بتین؟ بله، در یک تعداد اوقات شخص هیچ اعراض علائمی نمی داشته باشه که من قبلا عرض کردم براتون. مثلا اگر فشار خونش 140-90 باشه که همین محدوده برای هایپرتنشن ما اطلاق میکنیم میشه. یعنی کسی که فشار خونش 140/90 باشه به این معنی که هایپرتنشن داره. بله. بعضی کسا با اینمی حالت هم مشکل نمی داشته باشه. ما کسایی را سراغ داریم که فشار خونشان 180 حتی سیستولیکیش می باشه بر 100 ولی هیچ مشکل نمی داشته باشه. اما ما این را هایپرتنشن یا فرط فشار خون تلقی می کنیم. بهترش ایست که شخص در حدود 6 ماه یا در حدود 1 ماه هر بار به فشار خون خود چک بکنه که داره نداره هایپرتنشن. در مورد اعراض علائمش، در یک تعداد حالات شخص اعراض علائم می داشته باشه. مثلا بیشتر اشخاص با معذرت از گیجی شکایت می کنن، سرگیجی، و یا از دور خوردن شکایت میکنن، میگن وقتی از جایم بلند میشم سرم دور میکنه، سرچرخ میشه. بله. یا از سردردی شکایت میداشته باشن، معمولا سردرد میباشن، ولی در حالاتی که هایپرتنشن زیاد باشه، حدود 180 باشه یا 220 باشه که حالت ایمرجنسی است، در این حالت باز سردردی شدید میباشه، یعنی زیاد سردرد میباشه. و چیزی زیاد مهم دیگه که هست، نزد بعضی کسا اپستاکسیس به وجود میاد، یا همون خونریزی بینی به وجود میاد. بله. چون مقدار فشار خون بلند میشه و همون شریانایی که در قسمت های مختلفی بینیست رمچر میتن، پاره میشه و سبب خونریزی های بینی میتن. بله. دکتر صاحب، بعض از متخصصین به این باور هستن کسایی که فشار بلند خون دارن و اگر فشار بلند خونشان گهگاه بلند میره و مصاب به خون بینی میشه، یک علامت مثبت در نزدشان است و از جمله مریضای خوش شانس هستن، چرا که خود خونریزی بینی بالاخره سبب میشه که به نحو از افزایش بیش از حد فشار بلند خون در نزدشان جلوگیری میشه. حالا بر ما بگین کسایی که بیشتر هنگام بلند رفتن فشار خونشان مصاب به خون بینی میشن، در گام نخواست چه کار باید بکنن؟ بله، نکته خوب را اشاره کرده، نسبت به سیوی خوبتر است. یعنی سیوی ما حالت رو میگیم که همون سکتای دماغی است.
شیرانای دماغ هم سار میرگای کس جدارش نازک است و اگر هایپرتنشن زیاد باشه سبب رپچر از اون میشه. اگر او پاره میشه یا رپچر میته پس یک طرف بدن فلج میشه که یک دست پا فلج میشه. بله. یالات سی وی میگه. اما نسبت به سی وی خوبتر است که امو شیرانایی که در بینیس ای پاره شه و سبب خونریزی شه. در حالت که خونریزی نزد شخص به وجود میاد میتونن از تامپونا استفاده بکنن به خاطر توقف خونریزی. اما بهترین بله از پنبه استفاده بله. از تامپون بله از تامپونای پنبه میتونن استفاده بکنن. ولی بهتر چیز که خود هایپرتنشن کنترل شود، یعنی بیز مرض کنترل شود. به صورتی که ما بیز کنترل بکنیم در بالا هیچ مشکلی میتونه که به وجود نبیاید. بسیار خوب دکتر صاحب. حالا در رابطه با راه های وقایه از فرط فشار بلند خون بر ما بگوین دکتر صاحب که چه موارد را بیشتر ما در نظر بگیریم، به خصوص در سبک زندگی خود، در رژیم غذایی خود که مصاب به بلند رفتن فشار خون نشیم، ولی اگر مصاب هم هستیم بالاخره تکرار نکنیم، یعنی کار را بکنیم که تغییرات مثبت در زندگی ایجاد کنیم. بله، من قبلا اشاره کردم در اول تشخیص مهم است که کس فشار خون داره و یا هم نداره. اگر کس مصاب به فشار خون است و استجای پایینش میتونه باشه، برای ازیا در اول ما دوا استفاده نمی کنیم، یعنی دوا توصیه نمی کنیم. بله. چیزی که برشان توصیه می کنیم اما سبک زندگیشان است، خصوصا از مواد غذایی که استفاده میکنن. مثلا در مواد غذاییش ما برش زیادتر توصیه می کنیم که از نمک استفاده نبکنن، نباید بکنن، چون سدیم کلراید داره و سدیم پس دوباره در جذب آب کمک میکنه از تیبولای کیلویی و سبب هایپرتنشن میتونه نزد شخص شود. دوم کسایی که استرس میداشته باشند به دکتر روان درمانی مراجعه بکنن و از استرسش میتونن که کاهش پیدا بکنه استرسشان. دیگه برای کسایی که از فست فود زیاد استفاده میکنن، از غذایی که سرخ شده میباشن، غذای چرب میباشن، از یا در کل ما یعنی کاهش میتیم اینا رو پانشون. قطعا نمیسازم اما کاهش میدیم. در پهلوی ازی برشان ورزش هایی که میتونن انجام بدن، نظر به شرایط مریض، نظر به اینکه مریض کدام مشکلات دیگری داره، این رو برشان توصیه میکنیم تا اینکه ورزش بکنن از وزنشان کاسته شد. اما اگر با این حالت ها نشد باز میشه که ما از دوا برشان استفاده بکنیم. دوای مختلفی وجود داره، گروپ های دوای مختلفی وجود داره که برای نظر به شرایط مریض باز ما میتونیم از برشان خیلی خوب دکتر صاحب. معمولا کسایی که فشار خونشان دفعتن بلند میره از سیر زیاد استفاده میکنن. بله. که فشار خونشان کنترل شه و پایین بیه. آیا استفاده کردن از سیر واقعا کمک کننده است و مشکل دیگه بر ما ایجاد نمیکنه؟ خوب است، کمک کننده است، مخصوصا کسایی که هایپرتنشن دائمی دارن، اونا باید از سیر استفاده بکنن و میتونن از گلوکوز استفاده بکنن. در اوتی حالتایی که به صورت ایمرجنسی دفعتن نزدشان بلند میره، از گلوکوز میتونن استفاده بکنن و یا هم از سیر در وعده‌های غذاییشون میتونن استفاده بکنن. بسیار عالی دکتر صاحب، خیلی تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و صحبت‌های خوبتان که در رابطه با فشار بلند خون بر ما بینندگان عزیز معلوماتتان رو شریک کردین. و در آخر اگر گفتنی و پیام از شما باقی مانده باشه کوتاه بشنویم. تشکر از شما و همچنان تشکر از دعوتتان. در اخیر فقط چیز خاصی نیست که ما بر بینندگان بگویم، چون همه مواردی که بود در لابلای گفتهای خود گفتیم. اما یک چیز میخوایم اشاره بکنم و این که اگر مصاب به هایپرتنشن هستن و یا هم احساس میکنن که مصاب به هایپرتنشن، نه تنها هایپرتنشن، هر مریضی دیگه که هست، اگر از اول برایش رسیدگی بکنن بهتر است. بسیار تشکر، بازم سلامت باشین، اوقات خوب و خوش برتان میخوان. خدا نگهدار. بخیر باشین. از شما هم قلبا تشکر. هموطنان عزیز و شنونده های ما در رادیو 93.5 آریانا اف ام، وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.